بسم الله الرحمن الرحیم بسیار خوشحالیم که در سال 99 که سال بسیار سختی هم برای مردم و برای دولت در شدت تحریم اقتصادی و جنگ اقتصادی توام با کرونا اما در این حال ترهای بسیار مهمی رو در این سال جهش تولید به افتتاح رساندیم ما از همه دستندرکاران سپاسگزاری و تشکر میکنیم امروز پنجاه و سومین افتتاح ماست البته ما افتتاح ها رو پنجشنبه ها انجام میدیم آخر سال وقت کم آوردیم دیگه اینقدر پنجشنبه نداریم که طرحهایی که در دستور کار هست بنابراین روزهای دیگر رو هم اضافه کردیم که امروز جزو اون روزها هست که برنامه های مهم ما امسال به افتتاح برسیم خب صنعت نفت و در کنارش صنعت پتروشیمی برای ما بسیار حائز اهمیت البته صنعت نفت در تاریخ ما گره خورده به عنوان یک صنعت هم سیاسی هم اقتصادی و هم صنعتی که خب بار بودجه در سالهای قبل معمولا بر دوش این صنعت بوده خب در این سالهای اخیر مخصوصا سالی که گذشت یعنی بودجه سال 98 که البته اجراش در همین امسال بود در سال 99 در سال 99 ما تقریبا اتکایی به نفت نداشتیم با کمترین اتکایی به نفت کشور اداره شده البته سال قبل در سال 98 هم با اتکای بسیار کم سال 97 هم با سالهای قبل متفاوت بود در واقع بودجه کشور که به طور متوسط در دولت قبل هفتاد میلیارد 80 میلیارد در بعضی از سالها بالای 100 میلیارد به نفت متکی بود خب در این دولت با کمترین اتکاع به بودجه نفت مخصوصا در سه سال اخیر کشور رو اداره کردیم اما صنعت نفت خب برای ما اهمیت داره یعنی درست ظاهرش صنعت نفت اما همطوری که گفتم بخش اعظم بودجه ما رو در تاریخ ایران از زمانی که نفت کشف شده البته و در اختیار قرار گرفته بیش از یک قرن که این چنین بوده صنعت کشور فعالیت اقتصادی کشور و بسیاری از پروژه های عمرانی متکی بوده به نفت بنابراین نفت یک صنعت بسیار مهم و عظیمی است و همین امروز اگر خدای ناکرده شیر نفت و گاز بسته بشه همه فعالیت ها همهش متوقف میشه از حمل و نقل گرفته تا سایر صنایع تا حتی پتروشیمی ها و همه صنعتی که امروز داره کار میکنه کل برق کشور و بسیاری از فعالیت ها و خدمات ما متکی هست به نفت و گاز و میانات که خب کار بسیار بزرگی است یعنی خدمت بسیار بزرگ بسیار مهمه بعضیا توجه ندارن میگن آقا این نفت باید بذاریم کنار ما اتکای ما به نفت باید بره البته این اگه معنیش اینه که بودجه اجرایی ما از نفت نباشه کاملا درسته این حرف کاملا درسته یعنی بودجه جاری ما باید اتکاش از نفت برداشته بشه اما صنعت نفت مهمترین صنعت کشور ما هست و در واقع بقیه صنعت ها به یه صورتی وابسته به این صنعت هستند و بسیاری از خدمات کشور وابسته است به این صنعت پس اهمیت این صنعت رو ما از یاد نبریم و من بسیار خوشحالم که در طول دولت یازدهم و دوازدهم کارهای بینظیری در بخش نفت انجام گرفته یعنی اگر به تاریخ کشورمون نگاه کنیم مقدار گازی که در طول این دولت یازدهم و دوازدهم افسوده شده خب از 600 میلیون متر مکعب در روز 600 خورده میلیون متر مکعب در روز امروز به بالای هزار میلیون رسیده یعنی بالای یک میلیارد و این کار بسیار بزرگی هست اون وقت مسئله مهمتر این که در منابع مشترک کار عظیمی انجام گرفته و بعضی ها فکر میکنند که دولت یازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده و از بس بزرگ بود دنیا توطعه کرد تا کمر برجام رو بشکنه و خب یک آدم خاصی مثل ترامپ آمد و مجری توتعه های ها و ارتجا در منطقه شد علیه برجام اما در این حال کار دولت برای احقاق حقوق مردم فقط برجام نبوده یکی از اون مواردی که برای احقاق حقوق مردم تلاش شده مسئله بهره برداری از منابع مشترک ما هست حالا منابع چه نفتی چه منابع گازی در این بخش کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته خب ما در منطقه پارس جنوبی که یک میدان مشترک بین ما و قطر هست خب قطر دو برابر ما از این میدان استفاده می و ما عقب بودیم امروز همتراز شدیم یه خوردم جلوتر داریم از این منابع عظیم استفاده می منبع مشترک فرقش با منبع اختصاصی اینه تو منبع اختصاصی شما اگر استفاده نکنید پنج سال دیگه استفاده می ده سال دیگه استفاده می اما منبع مشترک همسایه‌تون داره از این منبع میبره یعنی هر ساعتی بخشی از منافع ما از دست ما میره خب یک منبع مشترک هم همسایه عزیز ما باید استفاده کنه هم ما باید استفاده بکنیم و ما این کار رو انجام دادیم هم در منابع گاز هم در منابع نفت یعنی امروز در غرب کارون ما که اونجا هم باز منابع نفتی مشترک هست بین ما و همسایه عزیز ما عراق خب ما امروز تولید ما در این منطقه پنج برابر شده در این دولت پس احقاق حق مردم یعنی حقوق مردم که از دست میرفته این دولت آمده سرمایه گذاری کرده البته بخشای دیگر هم ما این کار رو کردیم اون همه هزاران شیء ما که مربوط به آثار فرهنگی کشور بوده در خارج از کشور بوده ما تلاش کردیم در دادگاه های خارج و همه اینها رو برگردونیم به کشور این هم جزو احقاق حقوقه حالا این احقاق حقوق ملت موارد بسیار زیادی داره ولی یکی از موارد بسیار مهمش منابع مشترک نفت و گازه و امروز در میدان آذر یک میدان مشترک در واقع توسعه دادیم در این دولت در دو مرحله از این میدان بهره برداری شده خب آغاز دولت ما از این میدان هیچ استفاده نمی کردیم صفر بوده استفاده و بهره خب تلاش هایی که در سال 92 93 انجام گرفته تا پایان 95 ما رسیدیم به سی هزار بشکه یعنی از این میدان مشترکی که هیچ استفاده نمی کردیم سی هزار بشکه بهره برداری کردیم امروز فاز دومش افتتاح کردیم شست و پنج هزار بشکه در روز میتونیم از این میدان بهره برداری کنیم و استفاده کنیم و من تأکیدن از مسئولین محترم سوال کردم که آیا در اجرای این طرح، تر، طراحی این طرح بزرگ که در این هفت سال تلاش شده آیا از نیروهای خارجی، مهندسین خارجی استفاده کردیم و پاسخ منفی بود یعنی همش ایرانی ها این کار کردن های ما این کار رو کردن، مهندسین ما این کار رو کردن کارگران عزیز ما این کار رو کردن اونم حفر چاهای عمیقی که حالا 4500 4600 متوسطشه بعضی از موارد تا 4800 متر عمق این چاه است کار عظیم و بزرگی در اینجا انجام گرفته و الحمدلله امروز ما شاهد افتتاح مرحله دوم و فاز دوم این طرح بودیم برای بهره برداری از این میدان افتتاح دوم ما در بخش پتروپالایش بود در زمینه پتروشیمی خب از آغاز این دولت تا حالا کار بسیار بزرگی یعنی یکی از افتخارات بسیار بزرگ ما صنعت پتروشیمی. صنعت پتروشیمی خب ما الان در بسیاری از مراحل که داریم افتتاح میکنیم بالادستیه تقریبا ما اگر بتونیم پایین دستی ها رو هم طراحی بکنیم و من معتقدم آقای مهندس زنگنه یک طرحی رو آماده بکنه برای دولت بعدی کارهایی که در پتروشیمی باید انجام بگیره پایین دستی ها که میتونه اشتغال بسیار زیادی هم برای ما درست بکنه و بسیار مهمه هم برای داخل ما هم برای صادرات ما خب امسال در سال 99 تا امروز دوازده طرح بزرگ پتروشیمی رو افتتاح کردیم شما ببینید همین امروز افتتاحی که انجام گرفته یه افتتاح حدود یکونیم میلیارد یورو بوده یک افتتاح یه چیزی یه خورده کمتر از یک میلیارد یورو بوده یعنی ما دو و نیم میلیارد یورو امروز تر افتتاح کردیم شما ببینید در این شرایط سخت و خب در بخش پتروشیمی ما از آغاز سال الان دوازدهمین افتتاح ما بوده انشالله امیدواریم تا پایان سال باز هم افتتاح داشته باشیم و در آغاز سال آینده پتروشیمی ما انشالله در سال 1400 دو برابر اون چه ظرفیتی که تا بهره برداری شده یعنی پتروشیمی ما در سال 1400 به 100 میلیون تن میرسه و این کار عظیم و از 50 به 100 ما 50 خورده به 100 میرسیم دو برابر شده محصول پتروشیمی ما و نکته سوم این که خب در این سالهای اخیر ما خب در تحریم بودیم در شرایط جنگ اقتصادی بودیم ناچار بودیم درآمد ارزی رو از غیر نفت به دست بیاریم یکی از جاهایی که به میدون آمد و ما رو یاری کرد و کمک کرد خب میدونید یکی از افتخارات این بود که در این دولت ما صادرات غیر نفتیمون تقریباً هر سال افزایش پیدا کرده حالا البته امسال به یه دلایل کرونا ما آغاز سال کاهش داشتیم ولی دیروز ما در جلسه اقتصادی آمار و ارقام رو که بررسی کردیم خوشبختانه در این دو ماه آخر مشابه پارسال شده یعنی آغاز البته ما کاهش داشتیم به دلیل مشکلات کرونا برای صادرات ما مشکل داشتیم امروز الحمدلله شرایط ما حل شده ما میتونیم صادرات غیر نفتی رو انجام بدیم ما تا کنون سی میلیارد تا امروز سی میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم کالا انشالله تا پایان سال این رقم بالاتر هم خواهد رفت خب یک بخش بزرگ این صادرات غیر نفتی که ما میگیم مال پتروشیمی است پتروشیمی است و فولاد این دوتا نقش عمده دارند در صادرات غیر نفتی ما الحمدلله امروز ما رسیدیم به دوازدهمین پتروشیمی مهمی که افتتاح شد و البته عملیات اجرایی یک طرح بسیار عظیم و بزرگ هم شروع شد و آغاز شد که اون هم بیش از دو میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد که این طرح آغاز شده البته بعدا در دولت بعد به افتتاح میرسه که اون هم جزو موارد بسیار مهم در بخش پتروشیمی ماست من خدمت ملت عزیز و بزرگوار ایران عرض میکنم همه اونش ما تا پایان امسال که دیگه حالا هفته های پایانی سال هستیم به دست آوردیم در سایه اراده شما بوده در سایه ایمان شما بوده در سایه ایستادگی شما بوده و اگر ما افتتاحی داشتیم موفقیتی داشتیم پیروزی داشتیم مال فرزندان این ملت بوده جوانان عزیز ما بوده و همه مردم ما در تمام اخشار و همه گروه ها تلاش بسیار عظیم و بزرگی رو انجام دادن و من مطمئنم دنیا و آمریکا ناچار خواهد شد در برابر این ملت بزرگ زانو بزنه و تحریم های ظالمانه رو کنار بگذاره البته یک قدم ما پیروزی بزرگ به دست آوردیم و اون اینکه اون غصاب و اون قاتل در آمریکا سرنگون شد و دولت جدید تا کنون چهار بار اعتراف کرده که فشار حد اکثری دولت قبلی آمریکا غلط بوده و به نتیجه نرسید این بزرگترین موفقیت ما در تاریخ هست که خود اونهایی که این تحریم رو بر ما روا داشتن به خاطر ایستادگی ملت ما امروز کاملا اعتراف میکنن که این تحریم به جایی نرسیده این فشار به جایی نرسیده و ما انشالله سال آینده سال 1400 همه تلاش ما اینه همه امید ما اینه هم از لحاظ بیماری کرونا هم از لحاظ تحریم شرایط بهتری پیش روی ملت عزیز و بزرگوار ما باشه و سلام علیکم و رحمت الله